علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد بنامي خضوان رحمة كستري و با السلام سلام ودرود خدمتي تكتكي بين دهاي عزيزي عزيزة البزوني خرشيد و خدمت شما علاقمندان و دوستداران برنامه فقی خانواده خوشحال خورسند هستم که شما عزیزان را با خود دارم و تا فرصتی که پیش روز امیدوار هستم ما را همراهی بکنین و مطالب را که امروز با کمک و یاری پروردگار می با شما شریک کنم و ادامه بحث قبلی مهمترین نیاز و حاجتی جوان و نوجوان از 16 سالگی تا 18 سالگی و مهمترین خطرش و همچنین مهمترین چیزی که باید والدین و مربی و اولاد خود در این مرحله غرس و زرع می دوست عزیز صحبت تربیت اولاد بیشتر از پینجا یا ۵۵ جلسه هست که از در تولد تا 24 سالگی ما تمام این مراحل تربیتی را در هر بخش و هر بخش سه سال در هر سه سال سه چیز بسیار مهم نیازش، حاجتش و خطر تربیت و چه چی چیز را باید به اولاد بدیم و بحث میکرم ما فعلا در بخش ششم از 16 تا 18 سالگی قرار داریم مهمترین خطر در تربیت در این بحث صحبت شد مهمترین نیاز و حاجت جوان صحبت شد از 16 تا 18 سالگی جوان به اختیار و انتخاب دوست نیاز داشت و این خواست و این نیازش فطری و طبعی بود اگر ما این نیاز اولاد من را پوره نکنیم یا صد واقع شویم، حتماً از یک جای غیر مشروع و از طریق غیر مشروع نیاز خود را پوره میکنه اگر الگوی که انتخاب میکنه دوستی را که انتخاب میکنه نبیل نباشه حتما غبی میباشه پس چگونه به اولادمان گفتیم دوست انتخاب کنیم از هف روش همسایه خوب انتخاب بکنیم در بهترین مدرسه باید در بهترین مکتب و کورس وقتی برش انتخاب میکنیم از حیث اخلاق و تربیت عالی باشه و همچنین نزد علما و مربی های واقعی و دانشمندا ببریم در مجالس اهل ذکر با خود ببریم و همچنین از دوستایش و از کسایی که به حیث الگو در زندگیشان است از اونا تقدیر و تشکری بکنیم مهمانی بکنیم اگر گاه خطا میکنن و اشتباه میکنن رهنمایی درستشان بکن مهمترین خطر هم در این مرحله صحبت شد دوست عزیز مهمترین خطر دوستی دختر و پسر یا علاقه بین دو جنس دختر و پسر با هم دوستی میکنن و علاقه و ارتباط می داشته باشند گفتم به با هیچ قیمتی در هیچ دین و شریعتی قبل از ازدواج هیچ نوع دوستی و روابط بین دختر و پسر جایز نبوده نظر به پنج چیز که هر پنج اسلام عزیز با استناد از اس آیات مبارکه و احادیث گهربار رسول کریم علیه سلام مردود میدانیست و حرام میدانیست و همچنین حتی کشورهای کفری از جمله اروپا و امریکا و بریتانیا و آلمان صحبتهایی را در جلسات قبلی داشتیم که اونا هم به اتفاق نظر پیدا کردن و بالاخره مجبور شدن پارلمانشان مجلس سنایشان تصمیم گرفت که باید خلط و خلوط خصوصا در دورهای متوسطه و دوره های باید از همجدا شون مکاتب دختر و پسر از همجدا باشند چون 90 درصد جوانا و نوجوانا روابط نامشروع داشتند و این یک فاجعه بود و نسل جوان را تباه می ساخت و همچنین دوست عزیز کتاب معتبری را که از دو دانشمند بزرگ وارمان معرفی کردیم که در کتاب معتبرشان میگه در این مرحله چون دخترها غالبا عاطفه دارن و دخترها غالبا حرف شنو هستن دخترها غالبا به احساساتشان بیشتر توجه دارند، نسبت به ضروریاتشان و همچنین از طریق گوش زیادتر علاقه مند میشن نسبت به چشمشان اینجاست که زود تحت تاثیر دیگران میره این که چی گونه بتانیم جوانهای خود را جلوش بگیریم یا دخترهای خود را خدا نخواسته این روابط نامشروع منجر به مسائل روابط جنسی و امثال از اینا و جامعه به طرف قهقرا و نابودی نره با پنج نکات مهم ما تماس گرفتیم اون نکات را تانستیم دوی به بحث بگیریم و ادامهش انشالله در این جلسه با شما صحبت میکنیم و بعد از او به مهمترین چیزی که ما باید به با اولاد ما در این مرحله بتیم اولاد 16 ساله و 17 ساله و 18 ساله به او تماس میگیریم اولین چیزی که دوستای عزیز به دختر و پسر ما در این مرحله باید در نظر بگیریم ال وقایت تو خیر من العلاج. همگی علما و اطبا و دانشمندا به اتفاق نظر دارند که برخی امراض علاجش وقایه است علاجی نداره برخی امراض بعد از مصاب شدن مزمن می باش. هیچ رای علاج نمی داشته باشه روابط نامشروع در بین جامعه یکی از امراض مزمن است پس به این خاطر قرآن پاک 14 قرن و 38 سال علاج ازیر با وقایه کرده است و کلمه تتقون ما در قرآن کریم زیاد میخوانیم علاج وقایوی در رس همه علاج ها وجود دارد و امروز تمام اطبای جهان اسلامی و غیر اسلامی به این رجوع کردن که وقتی یک انسان به یک مرض مصاب میشه چانسی صحتیابیش کم است اما پیش از ای که به یک مرض مصاب نشده باشه چانسی مصاب شدنش کم می باشه در صورتی که خدا بقایه کنه پس مرض خلط و خلوط خلاف شریعت مرض روابط جنسی مرض علاقه بین دختر و پسر ای علاجش و است بعد از اینکه مصاب شد جلوی از گرفتن یا به حد اقل میرسه و یا هم امکان ناپذیر میشه به این خاطر حجاب بهترین راه علاج است باید به هر قیمتی میشه دخترای من با حجاب باشه وقتی از خانه میبره به مکتب میره به مدرسه میره به دانشگاه میره با حجاب باشه بهترین حجاب برش انتخاب بکنیم و با حجاب اونا را تشویق بکنیم تقدیر بکنیم حتی برایشان مجالس تقدیر و تشکری از حجاب دایر بکنیم تا اینکه محبت حجاب در دلشان جای بگیره و این ای یگانه راه جلوگیری از خلط و خلوت خلاف شریعت و همچنین افتیدن در دام اهریمن و شیطان صفت نکته دوم دوستان عزیز قلب و روح و روان اولادمان از محبت الله پر باید در مجالس ذکر اشتراک کنند در مجالس علما در مجالسی که اونجا یاد خدا میشه کثرت ذکر خدا کثرت یاد خدا کتاب های معتبر از قصص و امثال انبیاء علیه السلام و اصحاب بزرگوار علیه صلات و سلام و همچنین از ایمه بزرگوار از ایمه حدیث و ایمه فقه داستان های واقعی از اونا را دنبال بکنن در مجالس علمی و تربیتی اشتراک بکنن قلبی که یاد خدا و محبت خدا و ذکر خدا مملو شود جای بری دیگر باقی نمی درست است پدر خود اگه انسان دوست داره مادر خود برادر خود خواهر خود امسر خود ولی قلب فقط به خدا می قلب جای محبت اوست دل برنگو کو مدی دل حریم اوست جز با او مدی ای سخن اقبال رحمه الله است دل حریم اوس جز با او مدی پس این دل باید با ذکر خدا با یاد خدا پرشن نماز در وقتش بخوانین اکثر اوقات وقتی وقت پیدا میکنین در مجالس علما اشتراک کنین در مجالس ذکر اشتراک کنین در مجالس تربیتی اشتراک کنین و همین رقم کتاب های تربیتی و کتاب های را مطالعه کنین تا قلبتان مملو از یاد خدا شود پس جایی برای انسان های بدین و فاحشه باقی نمیمان پس انسان هایی که امروز قلبشان خالیست خواهیم نخواهیم به نحوی در قلبشان محبت امچه اشخاصی که بادین در ستیزه است با اخلاق ما در ستیزه است با ارزش های اسلامی ما در ستیز است جای میگیره بخوایم نخوایم پس اگر جای, جای قلب ما که خالی است با خوب پر نسازیم جای شبت میگیره پس دومین روش اگر میخوایم دنبال اصلاح باشیم اگر می‌خوایم جامعه ما از خلط و خلوتی که امروز متاسفانه با اون مواجه است از این بیشتر نشه به حد اقل برسه پس این روش ها را باید به خاطر آینده دختر و پسرمان در نظر بگیریم نکته سوم دوستان نهایت عزیز دختر و پسر من را از محبت از محبت قلبشان را پر کنیم از محبت قلب دختر و پسر مان را باید مملو بسازیم ای که چی گونه قلبشان را از محبت پر بسازیم انشاءالله با شما بعد از نشیک حدیث دنبال میکنیم زود برمیگردیم با ما باشی. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه ميقويت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک ولی در ترازی اعمال سنگین و نزد خداوند محبوبند سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دوسته از شما را دوباره به بحث پیرامون تربیت اولاد از 16 تا 18 سالگی مهمترین خطر در این مرحله علاقه بین جنسین روابط بین دختر و پسر است که به هر قیمتی میشه باید از روش هایی که بس میشه دنبال کنین یا یادش بکنین و در زندگی عملی خود نهاده نبکنین تا باشه که ما یک جامعه پاک و متحر و افیف و یک خانواده افیف و یک فرزند و دختر و پسر افیف داشته باشیم وگرنه نا روابط نامشروع نه تنها نه تنها روابط جامعه ما را سلوک و رفتار ما را زیر سوال میبره بلکه رابطه ما را با خداوند زیر سوال میبره و رابطه ما را با خداوند قطع میکنه پس سومین روش که ما باید از او استفاده بکنیم دختر و پسر من را از آنچه که انتظار میره بیشتر محبت بدیم پدر و مادرها در اینجا نقش مهم دارن اگر ما دختر و پسر خود را از همه بیشتر دوست داشته باشم هیچگاه دخترم به دوستی کس نیاز پیدا نمیکنه پسرم به دوستی کس نیاز پیدا نمیکنه اینجاست روابط خنک و روابط تیره ای پدر و مادر باعث میشه که دخترها متاسفانه با دیگرها علاقه میشن وقتی یک پسر مسیج میکنه ایس میکنه اینجاست که دختر میگه ببین این مادر و پدر همیشه با ما خشین برخورد کرد ولی کسی پیدا شد که مرا درک کنه احساسات مرا احترام کنه و با ما زندگی خوب داشته باشه اینجاست که روابط نامشروع به وجود میه در حالی که خبر ندارن پسرهایی که پیش از ازدواج با کس روابط نامشروع برقرار میکنن اینها به هیچ قیمت به او دختر ازدواج نمیکنن و خصوصا زمانی که دختر راضی میشه به روابط جنسی به هیچ قیمت یادتان باشم شرای گرامی و جوانای عزیز که فریبی همچو اشخاص نخورین اگر روابط جنسی برقرار میشه به هیچ قیمت پسر راضی نمیشه با اون دختر ازدواج کنه و امروز تجربه هم ثابت کرده علم هم ثابت کرده و قرآن پاک هم حقیقت اشاره داره پس پدرای عزیز و مربی های گرامی اگر معلم هستین اگر استاد هستین اگر پدر هستین اگر مادر هستین اگر کاکا و ماما هستین مربی اولاد شما معظف هستین پس دختر اگر دارین پسر اگر دارین از محبت خود سیر بسازین نیازی به محبت دیگر باقی نمانه با اولادتان بشینین با اولادتان شوخی کنین با اولادتان مزا بکنین با اولادتان یک دوست یک دوستی سمیمی، یک دوستی مهربان، یک دوستی دلسوز تعامل داشته باشین با عاطفه رفتار کنین تا اینکه هیچ جایی برای محبت دیگرها و با محبت اقیار باقی نمانه و انشاءالله ای خیلی مؤثر است و حتما این کار بکنین و رفتار خشن ما با اولاد ما سبب میشه که دختر هم با دیگرا رابطه کنه و پسر هم با دیگرا رابطه کنه پس از هر چی میتانیم بیشتر باید روابط با اولاد و با خانواده عاطفی باشه نکته چارم یا روش چارم دوستان عزیز که ما را غنی می سازه که جلو خلط و خلوط خلاف شریعت بگیریم باید تعادل را در سلوک و رفتارمان در نظر بگیریم در رفتارمان اعتماد باید مد نظرمان باشه به با اولاد اعتماد کنیم به اعتمادی برخی خانواده ها نسبت به دختر و پسرشان سببی از بین رفتن اعتماد و با وجود آمدن این روابط نامشروع میشه در مثال دختر به مادر به دختر خود میگه ببین تو وقتی که از خانه برآمدی حتما کدام کسی را انتخاب کردی تو حتما فلان هستی تو بسمدان هستی یا خصوصا پدرها یگان تا اگر کمی عقده فامیلی یا عقده شخصی داشته باشه پدر در جریان قرار میده که ببین دخترت ما به فلانی ها دیدم آجل میانو و دختر زیر لط و کوب همسر خود را این خودش متاسفانه نقش بزرگی در روابط نامشروع جامعه داره سختگیری های بیش از حد فامیل و عدم اعتماد پدر و مادر نسبت به همسر خود نسبت به دختر خود نسبت به خواهر خود دوست عزیز ای دختر امو کسی است که تو تربیه کردی مادر گرامی تو تربیهش کردی اگر تو غلط تربیه کرده باشی پس در دا خوف داشته باش اما اگر تو میگی که من دختر خودم مسلمان و در دامان پاک خود تربیه کردم پس نباید به اعتماد باشی ولی از دور مراقبش باش هیچ گا برویش نگو که دخترم تو با کسی رابطه داری یا تو حتما دوست دارید یا رفیقه پیدا کردی یا مشوقه پیدا کردی این سخنها و این کلمات وادارش میکنه اگر نگرفته باشم میگیره میگه بالاخره او پرده دریده شد راز پاش شد دیگه هیچ چانس دیگه باقی نمانده اینجاست که دنبال دوست خود میره پس دوستای عزیز پدرای گرامی شما گرچن به این فکر هستین که این حرکت ما و این تعامل ما شاید جلوی روابط نامشروع رو بگیره بلکه بیشتر میسازه نکته پنجم و اخیر به پنج نکات باید توجه کنین خواهرای گرامی و مادرای عزیز اول گرچن ایرم اشارات مختصر در جلسه قبلی هم داشتم ولی باز هم میخوایم چون تکرار احسن است اذا تکرر تقرر امیدوار استم که خواهرای ما هوشیار شوند و بیدار شوند خواهرای گرامی شماره تان مقدس است این مقدس فقط به مقدسات داده شود شماره تان به هیچ کسی به هیچ کسی نمیتین اگر چند که اعتماد داشته باشین شماره تان به پدر به مادر به برادر به شوهر به کاکا و ماما کسی که محارم شماست به دیگرها اجازه ندارین شماره خدا بتین پس شماره تان برای شما باید مقدس باشه و همیشه از او حفاظت کنین چهار نقطه دیگر با شما بعد از نشک حدیث شریک می سازم زود بر عن أبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه ميقوية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود از گمان بعد اجتناب کنید زيرا گمان بعد دروغ دوست عزیز شما را دوباره به ادامه بحث من پیرامون تربیت اولاد از 16 تا 18 سالگی مهمترین خطر در اینجا روابط بین جنسین یا علاقه بین دختر و پسر این مهمترین خطر است و خدا نخواسته اگر نتوانیس در این مرحله کامیاب به در همیشه بر بالای پل باقی میمانه و همیشه با این علاقه و با این روابط نامشروع زندگی میکنه و صرف از خدا و پیغمبر حشر میشه بر حال دوستای عزیز تلاش بکنین از روش هایی که با شما شریک شد در تربیت اولادتان به کار بگیرین روش پنجم گفتم به خواهرای ما توصیه ما است که شماره به کس نته دوم به دو طبقه خواهرها هم شماره شه نته خب شماره شه به هیچ مرد نته اگر چند کی سرش اعتماد داشته باشه ولو دکاندار است ولو دریور است ولو شفاخانه والا ولو کسی دکتر است ولو کسی دیگه است با کس شماره ش نمیته دوم شماره ش به دخترا هم نمیته چون از این طریق امکان داره که اکثر برادرها و اکثر کسایی که هدف مغریزانه دارن امکان داره که از طریق دخترها شماره شماره دیگه دخترها دریافت بکنن و بالاخره منجر به روابط نامشروع شود سوم عکس و تصویر به هیچ کسی به هیچ کسی نمیتین عکس و تصویرتان را حتی با تلفن و با کامپیوترتان حمل نمیکنین بر قیمتی که میشه تلاش بکنین عکستان تصویرتان داخل تلفن نباشه اگر گاهی وقت تان سرقت میشه اینجاست که برخی ها شماره شما را و عکس های شما را از تلفن شما از کامپیوتر شما استفاده میکنه و شما را تحت فشار میره و شما ناگزیر هستین که به خواستهش تسلیم شوین و همچنین خواهرای گرامی کسی که به شما پیشنهاد دوستی میده پیشنهاد دوستی میده خوب در شک نیست که در جامعه که دختر و پسر باشه این چیز واقع میشه ولی شما یادتان باشه اگر کسی واقعا شما را دوست داشته باشه و به شما علاقه داشته باشه و روابطش را میخوای از طریق پاک و از طریق فت و عزت دنبال کنه پس شما آدرس خانه را برش بتین شما میتونین آدرس پدرتان را برش بتین چرا قرآن پاک میگه که برای هر خانه یک دروازه است و قرآن خداوند در قرآن پاک میگه که شما از طریق دروازه ها داخل خانه ها شوید پس وقتی در, در یک حویلی میبینیم که چهار دیوال است و بالاخره یک دروازه وجود داره پس به معنای از این که عزت ای خانه محفوظ است آبروی ای خانه محفوظ است شخصیت ای خانه محفوظ است پس ما نمیتونیم که در هر گوشه و کنار با کس روابط برقرار کنیم و بالاخره با او ازدواج کنیم پس اگر واقعا کسی علاقمند باشه اگر میخواین اگر میخواین خواهرای گرامی دوست داشتنشان را یا نداشتنشان را معلوم کنین صدق و کذبشان را معلوم کنین آدرس خانه تان اگر از طریق آدرس خانه تان وارد شد پس خوب وگرنه نه اینا دزدان که میخواه آبرو عزت ما را به ما ببره و آبرو عزت ما را ببره پس چون که همیشه همیشه دوست از راه دروازه وارد میشه از راه دیوار وارد میشه و همیشه انسان های مثبت و انسان های دوست انسان های مخلص ما از راه دروازه وارد میشه نکته اخیر خواهرای گرامی به تبلیغات دشمن توجه نکنین تبلیغات دشمن خصوصا در صفحات اجتماعی اینا همیشان ایمان سوز است این تبلیغات توسط یک گروه مشخص است یک انسان ایرا مدیریت میکنه بیشتر از یک هزار صفحه میسازه بیشتر از 500 صفحه میسازه اینا به این معنی است که کلی جوان ما فاسد است ما الحمدلله جوان های بسیار با عزت داریم با افتخار داریم ما جوان هایی داریم که نسبت به ناموسشان نسبت به جامعهشان بر وطنشان اونها تعهد دارن اونها پابند هستند ولی یک تعداد تبلیغات میکنن به خاطر ازی که ابروی خواهرای ما را ببرن و ابروی مادرای ما را ببرن. پس عزت خواهرای گرامی و مادرای عزیز در دین است و در حفظ آبرو عزت شماست قرآن پاک میگه پس کسی که هدایت فمنی, فمنی بتغل هدا فلا یضل ولا یشقا کسی که از هدایت پیروی میکنه از رای حق پیروی میکنه فلا یضل ولا یشقا نه گمراه میشود نه بدبخت میشود پس اگر شما میخواین همیشه با عزت زندگی کنین حتما حتما از نقش قدم سید المرسلین امام و قدوه پیروی کنیم برحال دوستای عزیز رسول پاک صلی الله علیه و سلم همی ما را مسئول قرار میده همی ما را مسئول قرار میده و در روز قیامت از همی ما پرسان میشه پیش از اینکه انسان ها برهنه لباس در بدنشان نیست از جایشان تکان بخوره یا حرکت کنه باید در مورد چهار چیز جواب بده پس الا کلکم را و کلکم مسئول ان رعیتی خبردار همه شما رائی هستین رائی یعنی مسئولیت دارین حیثیت چوپانه دارین مادر بر بالای اولادش پدر در خانوادهش آمر در آمریتش رئیس در ریاستش وزیر در وزارتش وکلکم مسئولون عن رایہت هر کدامی شما در مقابل رایہت تن مسئول و جوابدیم میبشه اما اونطوری که انسان از نماز پرساند میشه از روزه پرساند میشه از احکام و ارکان شریعت پرساند میشه همچنین از تربیته اولاد انسان پرساند میشه یک کدوم گوگو سپند و بز و مرغ نیس که انسان ریحایش بکنه به حال خود ای اولاد است سرنوشتش مربوط به خانوادهش میشه پس کوشش بکنین آینده اولادتان را در نظر بگیرین دوست عزیز, عزیز از اینکه وقتی برنامه ما تمام است در جلسه آینده با موضوع دیگر در خدمت شما قرار میگیریم شما را تا دیدار بعد و برنامه بعد به لایب نیاز میسپارم شاد و کامیاب و کامگار باشین الله نگهدارد